میان برای شما می‌نویسن برای تولید گلوکوز حتما بایستی 18 تا ATP و 12 تا ATP مصرف بشه و اینها حاصل چه هستن؟ تجزیه 12 مولکول آب. به همین خاطر ما توی واکنش های قبلی اگر حواستون باشه اینجا بهتون گفته بودم نمیشه این آب رو با این آب ساده کرد، باید 12 تا آب مصرف بشه تا 12 تا این ATPH تولید بشه و 18 تا ATP به ازای 12 تا تو باید اینا بیان تو واکنش های چرخه کالوین 12 تا این ATPH و 18 تا این مصرف بشن تا دو تا قند سکرگونه از چرخه خارج بشه که معادل یک گلوکوز رو توی سلول تولید کنن. پس الان متوجه شدید که ساده شدن اون فرمول خیلی چیزا قشنگی نیست. اما اینجا دقت کنید، بگیم تو چرخه کالوین یه بار با هم ببینیم. تو چرخه کالوین ترکیباتی که تولید میشن، ترکیبات سکربونه داریم، سکربونه داریم، سکربونه مونده پنج کربونه. حالا این سئودا هم ترکیب یک کربونه است که وارد شد. ما هیچ ترکیب چهار کربونه اینجا نداریم. بازم یه شش کربونه ناپایداری هم تولید شده بود. پس تو این چرخه ما اصلا چهار کربونه نداریم و اگه بگم فراوان ترین 12 مولکول سکربونه اینجا داریم. 12 مولکول سکربونه میشه 24 تا. در حالی که 6 کربونه های تو 5 کربونه های شما 6 تا اینجا، 6 تا اینجا میشه 12 تا. پس فراوان ترین ترکیبات چرخه کالوین ترکیبات سکربونه محصولش هم سکربونه است و اصلا ترکیب 4 کربونه نداریم. به خاطر بیایید تو چرخه کربس، حالا اینا به صورت مقایسه‌ای است و یا حالا اگه یه لحظه دوست داشته باشیم تو چرخه کربس هم اگه یادتون باشه از تنفس بود. من اینجا براتون گذاشتم به صورت ترکیبی و این ترکیبی ها رو بیشتر برای امتحان دو هفته بعد قربچی تو استفاده میتونید بکنید. امسال اینجا نهید. اگر الان شما چرخه کربس رو نگاه کنید، ما گفته بودیم فراوان ترین ترکیباتی که تو چرخه کربس این مسیرها تولید میشد همه چهار کربونه بودن و اگه دقت کنید ما اصلا تو چرخه کربس سه کربونه نداشتیم. نوشتم براتون اینجا برعکس، فراوان ترین ترکیبات سه کربونه و اصلا چهار کربونه نداریم. از یکی از تفاوت های چرخه کالوین کربس اینه که در چرخه کربس ترکیبات چهار کربونه فراوان ترن، اینجا اصلا وجود نداره. اونجا ترکیب سه کربونه اصلا وجود نداشت و فراوان ترینش چنین چرخه ترکیبات چی سه کربونه بود. اینا رو بعدا برای گفتم امتحان دو هفته بعد به صورت ترکیبی حتما با دقت بخونید. حالا چون گیاهانی که الان ما دیدیم از چرخه کالوین همشون استفاده میکنن و محصول این چرخه ترکیبات سه کربونه است، و همین خاطر ما گیاهانی رو که فقط از چرخه کالوین در جهت تولید ترکیبات عالی خودشون استفاده میکنن و چون محصول این چرخه قند سه کربونه است، میگن گیاهان سه سه. چون اینجا سه و دو گرفته شد، تثبیت شد و به شکل قند سه کربونه در من یاد میاد تو پایه دهم فصل 6 7 خونده بودی تو گیاهی که بعضی از گیاهان دارای همزیستایی هستن مثل ریزوبیوم ها که اونا میمدن N2 مولکولی رو میگرفتن یا به شکل آمونیوم در میآوردن یا به شکل آمونیاک. ما میگفتیم این چی شده؟ تثبیت شده که برای گیاه ازش استفاده میکرد. پس هر بار ترکیبی معدنی توسط جاندار گرفته بشه و صرف تولید ترکیباتی بشه که بتونه اون جاندار یا جاندار همزیستش ازش استفاده کنه میگن تثبیت. اینجا CO2 گرفته شد به شکل قند در اومد که هم گیاه ازش استفاده میکنه و هم جاندارانی که از این گیاهان مثل ماها استفاده میکنیم. پس این فرایند چرخه کالوین رو میگن تثبیت CO2. گیاهانی که یه بار دیگه میگم فقط همین چرخه کالوین رو دارن و ازش برای تثبیت CO2 استفاده میکنن معروف به گیاهان سه هستن. بعدم جلوتر میبینیم ما گیاهانی رو داریم که به جای اینکه از این مرحله استفاده کنن از چرخه دیگه، چرخه که حالا نه مسیر دیگه هم استفاده میکنن، برای خودشون ترکیبات چهار کربونه تولید میکنن. ما به اونها بعدم میگیم گیاهان سه چهار. پس گیاهانی که فقط از چرخه کالمی در جهت تولید قند سه کربونه استفاده میکنن معروف به گیاهان سه سه هستن. گیاهان سه چهار چرخه کالوین رو هم دارن اما از تولید ترکیبات چهار کربونه هم بهره میگیرن. بعد ببینیم در چرخه کالوین بالاخره دهنده الکترون کی بود؟ NADPH. و بعد محل بازسازیش هم تو همون چرخه کالوین است. مرحله‌ای که ATP مصرف شد
اگر روی چرخ بهتر متوجه بشید، ATPA و اینجا و سرفلنگی و اینجا. پس یکی در مسیر تبدیل اسیدهای سکربونه مونوفسفاته به قندهای سکربونه مونوفسفاته، یکی در محل تبدیل قندهای پنج کربونه مونوفسفاته به قندهای پنج کربونه دی فسفات محلهای مصرف ATPA بود، و محل بازسازی NADPH مثبت یا مصرف NADPH در مسیری که باز اسید سکربونه مونوفسفاته به قند سکربونه مونوفسفاته تبدیل میشه. و چیزی که من اینجا برای شما نوشتم همین بوده، با توجه به چرخه دیدیم این برای ATPA که دو محل بود و این برای چی؟ NADPH مثبت در یه محل صورت گرفت. این نکتهاشو قبلا براتون صحبت کردم، دیگه خودتون میخونید. فقط حواستون باشه اگه گفتم چرخه کاربین به نور وابسته نیست میشه غلط، چون به نور وابسته هست به طور غیر مستقیم. چرا؟ ATP و NADPH محصول واکنش هایی چی بودن؟ نوری. و اگه اینا نباشن، الان دیدید که چرخه کاربین با کمک همینا انجام شد، پس اینا نباشن چرخه کاربین هم انجام نمیشه. پس چرخه کاربین به طور غیر مستقیم به نور وابسته است. چرا؟ تا نور نباشه اینا تولید نمیشن، و تا اینا تولید نشن چرخه کاربین اصلا انجام نخواهد گرفت. خب اینجا من اومدم مقایسه واکنش های نوری مستقل از نور رو گفتم دیگه. خب خوندن شما دیگه هستی، ما کار ما رو انجام دادیم. مثلا شما دیدی که واکنش های نوری مستقیم به نور وابسته بود، اینا غیر مستقیم. یا مثلا منبع تامین کننده الکترون ها تو واکنش های نوری در نهایت آب بود، ولی اینجا این عادیه هش. این رو اول براتون نوشتم دیگه، مقایسه واکنش های نوری هست. فقط این رو معمولا همینطوری میگن، ولی خب یه خورده الان میلنگه. اگه یادتون باشه تو واکنش های نوری مثلا تولید ATP توی بستره بود،